رسانه های داخلی ایران گزارش دادند که محمود احمدی نژاد سعید مرتزوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی برگزیده است همزمان 15 نماینده این مجلس به محمود احمدی نژاد تذکر دادند که سعید مرتزوی دادستان پیشین تهران تخصص لازم برای در اختیار گرفتن چنین پستی را ندارد جزئیات بیشتر در گزارش کورش صحتی دادستان پیشین و مشهور شهر تهران و یک پست جدید دیگر رسانه های داخلی ایران گزارش دادند که 15 نماینده مجلس نسبت به خبر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی اعتراض کردند با اینکه خبر انتصاب سعید مرتضوی هنوز رسما اعلام نشده اما این 15 نماینده به محمود احمدی نژاد تذکر دادند که انتصاب آقای مرتزوی خلاف مواد 53 و 54 از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری است. سعید مرتزوی نامش با ریاست شعبه 1410 دادگاه مطبوعات بر سر زبانها افتاد. شهرتی که البته در میان مخالفان و منتقدینش نام جلاد مطبوعات را برایش برمغان آورد. قاضی جوان تفتی اما به تدریج پله های ترقی را در دستگاه قضایی ایران پیمود. از سال 1381 دادستان عمومی و انقلاب تهران شد و در نهایت پس از حوادث خرداد 88 و مسئله بازداشتگاه کهریزک از مقام خود برکنار شد. سعید مرتزوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس که برای پیگیری مسئله بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود متهم شد که فرمان انتقال بازداشت شدگان حوادث روز 18 تیرماه تیر ماه 88 به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده و پس از کشته شدن سه نفر از این بازداشت شدگان به دروغ گفته است که آنها بر اثر بیماری مننژیت جان باختند. دستگاه قضایی ایران در نهایت حکم به تعلیق او و دو قاضی دیگر داد. اتهاماتی که البته سه هفته پیش از آنها تبرئه شد. اما محمود احمدی نژاد نشان داده که علاقه خاصی به دادستان پیشین و مشهور شهر تهران دارد. در گرما گرم پرونده کهریزک، احمدی نژاد سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزید و حالا پستی جدید برای او در دولت نماینده های معترض به انتصاب مرتضوی میگویند که او هیچ گونه تخصصی برای ریاست بر سازمان تامین اجتماعی ندارد بدین ترتیب مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار این سازمان است سازمانی دولتی که در ماه های اخیر نامش با اختلاس هزار میلیارد تومانی یکی از شرکت های وابستهش شستا بیشتر به گوش میرسد یکی از بی این مدیریت ها را در سازمان های دولتی داشته هفت رئیس در هفت سال و در این حال بر زندگی تعداد قابل توجهی از ایرانیان تاثیر دارد آیا دادستان پیشین تهران کلید حل مشکلات این سازمان خواهد بود کوروش صحتی صدای آمریکا